سلام مهنوشا، سلام عزیزم، خوب هستین؟ ببین انقدر نروس مرسی. بودم، اون این تکنولوژی کار منم کنه و میزدم بیای. ریکوست رو ولی نمیشد. خوشحالم I'm که شد. sorry عزیزم. منم همینطور، خیلی خیلی خوش اومدید. لیلی جون، قبل از اینکه بریم سر اصل سوالا و اینا، من باید به شما تبریک بگم. لیلی عزیز که دوست عزیز من هست، تازه مادر شده. شنیدم که اولین بچه خودش خیلی سوال داره و آدم دلهوره داره و داشت، ولی اینکه بعد این مسئله کرونا بهش اضافه بشه نمیتونم درک کنم. چطور بود؟ یه کوچیک میتونی راجع به اون تجربه فقط ما بگی؟ بیبی کوچولومون همونطور که میدونین 44 روز پیش به دنیا آمد، یعنی دقیقا وسط جریانای کرونا. و فقط شانسی که آوردم همسرم رو اجازه دادن با هم بیا تو اتاق زایمان، ولی متاسفانه بیمارستان اوضاعش خیلی خراب بود، درها بسته بود، کسی نمیتونست بیاد بچه رو ببینه. ما سعی کردیم هرچی زودتر، دکترها میخواستن سریع فقط اجازه بدن که بیایم بیرون، چون مریضای کرونایی متاسفانه تو بیمارستان بود. ولی خدا رو شکر بیبی اومد سالم خونه. من بهش میگم شکرک، شکرک خالص. آره، حالا من گفتم ازش خواهش دارم، من ندیدم هنوز، با اینکه قرنطینه هستیم دیگه، با وجود اینکه 5 دقیقه پایین خیابون هستن نمیتونم ببینمشون، ولی اگه بشه آخر برنامه یه دید کوچولوی خاله و بقیه، من مطمئنم میخوام ببینم. حتما خوشحال میشم. خب عزیزم، من میرم سر سوالای ایمیگریشن. قبل از اینکه شما ببینید، داشتم توضیح میدادم که شما دفتر شما تخصصتون مسائل مهاجرت هست، ما همیشه با هم همکاری کردیم و کار میکنیم. میدونم یه سری سوالاتی هستش که خیلی عزیزان هنوز دارن در رابطه با این مسائل کووید و کرونا و تأثیری که میتونه بذاره روی پرونده‌هایی که ارائه داده شده به دولت آمریکا، کسانی که اینجا هستن و ویزا دارن. به خصوص یه سوالی که خیلی داریم میگیریم اینه که توجه با این از دست دادن کار، این لی‌آف‌هایی که اینجا شده داخل آمریکا، برای کسایی که ویزای کاری داشتن و اینجا داخل خاک آمریکا بودن و کارشون رو از دست دادن، میتونی توضیح بدی چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ و حالا این همه برای غیر ایرانی هم هست، ولی اکثر کسایی که گوش میدن الان ایرانی هستن، چه تأثیری میذاره رو پروندهشون؟ 100%. یه سوالی هم هست مهنوشان که ما خیلی میگیریم این سوالو، چه ایرانی چه غیر ایرانی. متاسفانه فعلا کسانی که توی آمریکا هستن و دارن کار میکنن شرایطشون یکیه. اتفاقی که افتاده وقتی که تقریبا میشه گفت خوشبختانه تعداد زیادی از کارمندهایی که توی آمریکا دارن کار میکنن یا ویزاهای دائم کاری دارن که مثل گرین کارت بهش میگن ویزای دائم کاری، یا ویزاهای غیر دائمی کاری دارن، مثل دوستان ایرانی باش حتما خیلی شنیدن H1B، O، L ویزا، E ویزا، همه اینا الان کارمندایی دارن که با این ویزاها دارن کار میکنن و خب الان خیلی نگرانی دارن. اگر که متاسفانه کار فرما بخواد که اینها رو از کار در حقیقت اخراجشون بکنه، اتفاقی که میفته با اکثر این ویزاها، اینا یک دوره 60 روزه دارن که بتونن درخواست بکنن از یک کس دیگه که استخدامشون کنه، و اگر تو این 60 روز بتونن استخدام بشن ویزای جدید میگیرن. مشکل اینجا چیه؟ در اون میان اون 60 روز نمیتونن کار بکنن متاسفانه. خب این خیلی فشار مالی و مادی براشون میاره، ولی فقط میتونن دنبال کار بگردن. این قانونو الان اداره مهاجرت اومده گفته ما این رو داریم براشون انجام میدیم، ولی این قانونی بوده که همیشه بوده، فقط اینا دارن دوباره ازش استفاده میکنن. بعد این ببخشید میونه هر بزنید، سوالی که پیش میاد اینه که خب اینا اگر مثلا خب تو این مدت 60 روز نتونن کار کنن، آیا میتونن اقدام بکنن برای کمک دولتی؟ و اگرم بکنن این تأثیری میذاره سر این مسئله پابلیک چارج و اینایی که بودش؟ اگه اول ببخش من پریدم مثلا حرفت، فقط نمیخواستم برای همون داشتین راجع به این تموم کنم، که اگه بعدش هم بتونین راجع به همین مسئله پابلیک چارج و اینا بحث کنین، چون اونم خیلی سوال میشه واقعا راجع به پابلیک چارج. حالا بین این 60 روز اگر بتونن کاری پیدا کنن که فبه ها، ولی متاسفانه اگر نتونن، اتفاقی که میفته اینها بهش میگن unlawful stay و یک دوران غیر قانونی اقامت در آمریکا براشون به وجود میاد که این بعدها براشون خیلی مشکل ساز میشه. یک این که اگر تو اون 60 روز نتونن کار پیدا کنن، اجازه کار دیگه ندارن، یعنی کسی دیگه استخدامشون نمیکنه. این یک.
دو هیچ گونه تحصیلات دولتی نمیتونن بگیرن چون در حقیقت دیگه بعد از اون مدت غیر قانونی هستن در آمریکا. سه اگر از آمریکا خارج بشن و الان وضع خیلی بده، خیلی ها نمیخوان پرواز کنن، وحشت اینو دارن، حق هم دارن که بخوان پرواز کنن، اگر بیشتر از 180 روز شما از وقتی که قانونی میتونین تو آمریکا باشین در آمریکا بمونین بدون ویزا و بدون هیچ در حقیقت استاتسی بهش میگن توی آمریکا که هیچ ویزای خاصی نداشته باشین، ممکنه تا 3 سال دیگه اجازه ورود نداشته باشین. اگر بیشتر از 1 سال بشه تا 10 سال اجازه ورود دیگه ممکنه نداشته باشین. برای همین خیلی براشون مشکل سازه متاسفانه. الان خب اگه محدودیت پرواز رو اجازه نمیدن و با توجه بکن اونا فکر میکنیم بشه بعدن مثلا بگیم که این خود دست نتونست چیز برنامه ریزی که نبودش، در کنترل خودشون نبودش، بعدها در اگر بخوان این کیس رو تجدید نظر بکنن، بخوان ببرن دادگاهیش بکنن، بله احتمالا میشه اینا رو استفاده کرد، ولی فعلا اداره مهاجرت نیومده بگه بهشون اجازه دارن بمونن. تنها چیزی که برای کووید گفته اجازه میده اکستنشن اقدام کنن که این دوره رو بیشتر کنن، ولی این مال همه ویزاها میشه و اگر به موقع این کار رو نکردن این رو میبخشن. اگر حتی یه مدت کوتاهی اینجا بودن ولی خب این اکستنشن رو اقدام کردن برای کسی که کسی رو نداره که براش اقدام کنه از لحاظ کاری خیلی سخت تره. برای یه ویزیتور میتونه اینو خیلی راحت‌تر انجام بده چون خودش داره اقدام میکنه. درسته. بنابراین خیلی براشون متاسفانه مشکل خب سازش از کار وقتی که خب اگه اخراج شده یعنی داری توی زمینه کار میکنی که این کووید تاثیر منفی روی اون بزنس مثل خیلی از بزنس‌های دیگه گذاشته، بنابراین به احتمال قوی نمیتونی توی اون زمینه مجددا کار پیدا کنی و این مثلا و باید هم کار باشه دیگه، یعنی پول بدن اینترنشیپ و این که مثلا بیان و دوره ببینن و اینا حساب نمیشه. نه و خب اون ویزای کاری هم که گرفتن ویزای سختی بوده، هر کسی نمیتونه، هر کارفرمایی نمیتونه، به هر جایی باید توی رشته خودشون باشه. و سوالی که کردین الان خیلی اینجا جای خوبیه که راجع به اون نکته صحبت کنیم. این دوستانی که با ویزاهای غیر دائمی هستن حتی اجازه ندارن برای آن ایمپلویمنت در اکثر جاها اقدام کنن. آن ایمپلویمنت مال شهروندان آمریکا میشه، یعنی اون بیمه هایی که مال اشخاصی هست که کارشون رو از دست میدن. بنابراین اتفاقی که میفته، حالا ما بگیم اگر با ویزای دائمی کاری اینجا هستین، خیلی دوستان باز آشنایی دارن به عنوان EB2 و EB3، اگر با ویزاهای گرین کارتی کاری اینجا هستین اون رو میتونین برای اکثر استیت ها اجازه میدن برای بیمه بیکاری اقدام کنین، ولی دوستان خیلی نگران میشن با قانون جدیدی که اداره مهاجرت و آقای ترامپ گذاشته که آیا این اون صحبتی که شما کردین مشمول پابلیک چارج میشه یا نه، و در حقیقت یعنی آیا این فرد بر روی از نظر مادی بر روی اقتصاد آمریکا فشار میاره یا خیر. که اگر این طور باشه دیگه الان دارن سعی میکنن این دوستان نتونن سیتیزنشیپ بگیرن، ولی خوشبختانه آن ایمپلویمنت و بیمه هایی که میتونن بگیرن برای اینکه کارشون رو از دست دادن جزء این قسمت قانون نمیشه. بنابراین از اون نظر نگرانی نداریم، فقط اون کسانی که با ویزا هستن متاسفانه اکثرشون اصلا نمیتونن یک همچین کمک مالی به هیچ وجه بگیرن. از من میدونی خب این اتفاق کووید واقعا از خیلی لحاظ چیزی بودش که اصلا هیچ کسی آمادگیشو نداشت، یعنی تأثیری که داره میذاره روی حالا مسئله مهاجرت، مسئله اصلا داخل آمریکا تو بزنس ها و اینایی که میبینیم. من همیشه پیش خودم اینی فکر میکنم که بالاخره یه کاری باید انجام بدن. مثلا یه نمونه میدم، الان این بزنس های تو ما تو کالیفرنیا هستیم، specifically تو لس آنجلس، تو LA County، خب خیلی ها واقعا نمیتونن مثلا خب اجاره اون جایی که مثلا دفتری که گرفته بودن و اینا رو بدن، و اینجا اومده میر LA میخواد یه تاسک فورس بذاره برای وکلایی که کمک بکنن به کسایی که باید از این لیسا بیان بیرون. منظور من اینه که یه چیزی هستش که من امیدوارم، البته که تا الان که این اداره مهاجرت چیز خوبی ما ندیدیم که امیدی داشته باشیم، ولی امیدوارم واقعا برای اونایی که توی شرایطی هستن بعدن درک کنن اگه خواستن مجددن پرونده مثلا تشکیل کنن برگردن آمریکا، برای اونایی که نتونستن اینجا کار بگیرن و نتونستن به موقع برگردن یا از خارج بشن از آمریکا، ولی تنها کاری که میتونن بکنن طبق قوانین الان سعی کنن همه چیز قانونی عمل کنن و بمونن، یا حالا اگر نشود شما توصیه میکنین برگردن زودتر از کشور خارج شن
که اینجا نمونم بیشتر؟ متاسفانه توصیه‌ام باید همین باشه، مخصوصا اگر قرار 6 ماه بیشتر باشه. و دلیلش هم اینه که اون وقت نمیخوام باعث این بشه که بعدها نتونن برگردن و 3 سال نتونن برگردن. حالا مشکل دیگه هم اینه که اگر از کشور خارج بشن، الان میدونین اون بن اولیه اجازه ورود دوباره بهشون نمیده. همونو میخواستم سوال بعدی بپرسم، پس چی میشه اگه برن؟ چون که اینا یه زمان اینجا بودن، این کمکی میکنه به اون پرونده و یا نه؟ کمک خواهد کرد، ولی در این دورانه این رئیس جمهور واقعا من فکر نمی کنم کمکی اونقدی بکنه که ویور بگیرن. حالا یه مقدار من راجع به بن و ویور هم صحبت میکنم، ولی ویورایی که دارن میدن الان به کسان کاری خیلی محدوده، بیشتر برای خانواده است. بنابراین اگر برن انشالله تا زمانی که دیگه این سیستم عوض شده باشه، چرا، باز اون خب بهشون کمک میکنه، و اگر راه ها دوباره باز بشه خب دیگه مشکلی ندارن. ولی اگر راه ها دوباره باز بشه و این دوستان بیشتر از 6 ماه و یا دیگه بیشتر از 1 سال اینجا باشن، دیگه واقعا اجازه ورود برای 3 سال یا 10 سال نخواهند داشت. الان صحبت travel ban شدش، اولا که خب دو تا ban داریم دیگه، یه ban اصلی رو داریم، بعد این ban دومی هم داریم. دقیقا. So میتونی یه توضیح کوتاهی بدین برای کسی میخوام یه الان just که بدونن صحبت ban میکنیم؟ ما خیلی شانس داریم، ایرانی ها شامل همه ban ها میشیم، همه مال ما، especially این که دولت آمریکا فقط خیلی خیلی کار رو برای ما انجام میده. واقعا دستشون درد نکنه. ban که گفتین از سال سپتامبر 2017 اصلی بود که اومد رئیس جمهور دستورالعمل داد که اجازه ورود رو برای تمام مهاجرین ایرانی به جز دو تایپ ویزا، که دو مورد ویزا که یکیش استودنت ویزا بود یکی جی ویزا، جلوی ورود رو بگیره. و کاملا این بند باعث شد برای ایرانی ها و 6 کشور دیگه، ولی باعث شد که اجازه ورود دیگه ندن. بعد این اتفاق که افتاد، خب قاعدتا خیلی شکایت‌های دادگاهی پیش اومد، ولی بالاخره چند ماه بعدش دیوان عالی کشور متاسفانه این رو تصویب کرد و تایید کرد. بعد به خاطر اون بنی که داریم، چون مدت ها ازش گذشت، اینا گفتن ویور، خیلی ها دیگه دوستان ایرانی با ویور خیلی آشنایی دارن، نامه های ویور و ویور، گفتن یک سری اشخاص اگر 3 مورد رو داشته باشن مشمول این ویور میشن. و اینا شروع کردن به کشورهای دیگه این ویور رو دادن، ولی به ایرانی ها هنوز نمیدادن. به دلیل شکایت هایی که داشتن و مشکل هایی که پیش اومد، باعث شد که اینا الان تقریبا میتونم بگم زیر 6-7 ماهه که شروع کردن این ویور ها رو به یک سری ایرانی ها دادن، که دوستان خبراشو میشنویم که کیس های پرونده های خانواده برای همسر، مادر، پدر و یا فرزند رو دارن بهشون ویور میدن و اجازه ورود در حقیقت بهشون میدن. اینجا من ذکر کنم که همیشه دوستان نگرانن که خب کیسی که من تایید شده دارم پروندم چی میشه؟ پرونده تایید شده میمونه، از بین نمیره. فقط به دلیل اینکه به شما اجازه ورود نمیدن، مبنی بر این نمیشه که شما هیچ وقت اجازه ورود نخواهید داشت. شما پروندهتون تایید شده باقی میمونه، اجازه ورود فعلا به آمریکا ندارین. این بن اولیه. این بن هنوز هست و این ویورها رو تا به حال ما ندیدیم که تو کیس های غیر خانواده بخوام بدن. حتی کیس های خانواده ما خیلی تو دوستان میشنویم، ولی باز درصدش خیلی پایینه. درسته. درسته. این بن هنوز هست. بعد یه چند مدت پیش آقای رئیس جمهور باز اومد بن دوم گذاشت. من همیشه مکس میکنم اسمشو میخوام بگم، بعد یادم میاد لایف هم نمیتونم یه سری کلماتو به کار ببرم. دقیقاً جمعش میکنم. دوست عزیزمون اومدن و بن دوم رو گذاشتن، و این بن دوم این بودش که به خاطر کووید، یا به خاطر کووید یا به بهانه کووید، اشخاصی که توی 14 روز قبل از سفرشون به ایران یا توی ایران بودن یا به ایران سفر کردن، اینها هم دیگه اجازه ورود نداشتن. این باعث شد خیلی ها، باز باعث وحشت خیلی ها شد که خب من سیتیزنم، گرین کارت هم، خانم سیتیزنم، همسرم گرین کارت داره، ما هم نمیتونیم بیایم. ولی نه، اون اشخاص رو خدا رو شکر مشمول اون قانون نمیتونست قانونم بکنه و نکرده. خواستم بگم اجازه واقعا نمیتونه، اجازه نداشت میکرد مثل اولین، ولی خب ایشون با اجازه خیلی کارا میکردن. همین یه تو اولین travel ban، اولین ورژنش که پیاده کرد، legal permanent resident ها را نمیداد. بله. یعنی green card holder را نمیداد. بله. unbelievable. بله. ایشون فعلا به قانون نخواهی نداره. ولی قانونم نمیتونست این دفعه ازشون متشکریم که اجازه رو دادن.
این شد بن دوم. حالا بن اول هم بود، این بن دوم. بن سوم هم که توی اپریل درآمد، که دیگه این حالا فقط مختص به ایرانیان نیست، ولی اومد اون بن دوم چه ویزا بود چه اشخاص دیگه. ولی بن سوم اومد گفت تمام ایمیگرنت ها، ایمیگرنت ها اونایی محسوب میشن که ویزاهای دائمی و یا گرین کارت در حقیقت بهش میگن، فقط مشمول اون اشخاص میشه. و چرا اومدن این کار کردن؟ گفتن که توی آمریکا، اقتصاد آمریکا الان چون خیلی‌ها دارن کارشون از دست میدن، کسانی که با گرین کارت کاری میان یا با هر گرین کارتی میان و اجازه کار دارن که همه جا کار کنن، دارن کارهای افراد دیگه آمریکا رو میگیرن، که خب این به نظر من اصلا درست نیست، به خاطر که خب گرین کارت هم شهروند آمریکا در حقیقت محسوب میشه. ولی به هر حال دلیلشون، دلیل بزرگشون این بود. خیلی از کارهایی که مردم، ببخشید وسط صحبت کنم، ولی بعضی از اونایی که واقعا ویزای کاری میگیرن و میان، اینا برای کارهای تخصصی هستن. این کاری نیست که هر کی بتونه انجام بده. تا یه حدی هم باید اصلا اثبات کنن که این کارو این آدم میخواد بیاد انجام بده، میدونی، به این دلیل و این دلیل. دقیقاً اینجا یه نکته بگم مهنوش جان، که توی قسمت اول، سوال اول که صحبت میکردیم، کسانی که الان دارن ویزاهای گرین کارتی کاری توی آمریکان داره ویزاشون انجام میشه، اگر بین 6 ماه اولی که برای لیبر سرتیفیکت بهش میگن و اون اجازه و گواهی که از اداره کار آمریکا باید بگیرن که بتونن این ارگان یا شرکتی که براشون اقدام کرده بتونه براشون گرین کارت بگیره، اگر بین اون 6 ماه باشن و هنوز 6 ماه نگذشته باشه و الان شروع شده دارن کسانی رو اخراج میکنن، این کار رو دیگه نمیتونن بیان به این شخص بدن. چرا؟ چون میان میگن باید به کسانی که الان بیکارن و آمریکا هستن و آمریکایی هستن این کار رو بدین، حتی اگر چیزی که شما گفتین بک‌گراند از نظر تجربهشو نداشته باشن، تجربه کافی نداشته باشن، تحصیلات کافی نداشته باشن، میگن در کار این تجربه رو به دست میاریم. حالا ما باید ببینیم در عمل این قوانین به چه صورت شکل میگیره، برای اینکه خب الان اصلا خیلی اصلا اپلای نمیکنن برای اون کار، کوالیفاید نیستن، بعد چه جوری میخوان اون کار رو انجام بدن، میدونید. و الان کمپانیای آمریکایی اصلا میترسن اسم این میاد که فرد ایرانیه، با اینکه این قوانین راجب ورود فرده، ترجیح میده من به جای که یک ایرانی رو بیام استخدام کنم، خب میرم از یه کشور دیگه استخدام میکنم، و این باز مشکل ساز میشه واسه اون کسانی که کارشون از دست میدن، بعد یه کار دیگه بگیرن. این بیان سومی که توضیح دادین یه سری موارد استثنا داشتش داخلش، برای یک سری کارها هنوز اجازه دارن ویزا بدن، درست؟ دقیقاً این بن اومد گفت یک سری کارها رو اجازه میدیم. و بگم دلیل دومشون هم این بودش که روی سیستم پزشکی آمریکا فشار میاره اگر کسانی که اینجا هستن بیشتر بشن و مریض بشن. حالا اینو میذاریم کنار، گفتن دلیلمون این بوده که این کارو کردیم. ولی اومدن استثناء رو قائل شدن که یکیش، خب این رئیس جمهور میدونین ای بی 5 کسانی که پول میارن، یه میلیون آوردی هیچ مشکلی نداره، کووید هم داشته باشیم بیاریم، اصلا مسئله نیست، اصلا یه میلیون داری اصلا کووید حساب نیست اصلا. این یک مورد دیگه که خب خیلی خوب بود، پزشکان و پرستارایی که میخوان بیان و کمک به این ویروس و حل این ویروس و درمان این ویروس بکنن، نه هر پزشک و پرستاری. حالا سوالی که پیش میاد، خب خیلی دوستان ایرانی میخوان بدونن که پزشکان و پرستاران ایرانی که آیا میتونن اونها هم بیان و از این استفاده کنن، و با این که الان سفارت ها بسته شدن، اومدن و خواهش کردن سفارت ها توی موارد ضروری مثل همین موارد، اگر اون کشوری که سفارت توشه اجازه میده، با این افراد مصاحبه شخصی بکنن و اجازه ویزا بدن. ولی چه اتفاقی میفته؟ ما برمیگردیم به بن اول، دکترها، پرستارها هم هنوز ایرانی هستن و ایرانی تبار هستن، و اون بن اول باید بهشون ویور بدن. حالا شاید این رو فعلا ندیدیم، به قول شما باید ببینیم که چه جوری واقعا پیش میاد، این فعلا اتفاق نیفتاده، ولی ممکنه بهشون ویور تعلق بگیره. ولی واقعا الان اکثر اصلا سفارت ها باز نمی کنن که برن. همونو میخواستم بگم، یکی اون، یکی هم که اصلا قبل از کووید، قبل از این کرونا و این مریضی، این مدت زمان چیز خیلی طولانی بود، درست؟ این پرونده‌ای که الان توجه با این اتفاقایی که داره میفته، اصلا یعنی واقعا معلوم نیست این پرونده ها رو کی بخوان اصلا بازرسی کنن، اصلا انجام بدن ندن، کی باشه. برای همینه، برای اگه خب الان مثلا تو ایران یه دکتر هستش
و میتونه بیاد اینجا و این کمک بکنه و میخواد اقدام برای ویزا بکنه، الان چه استپس هایی باید برداره؟ مثلا چه کار باید انجام بده؟ اگر که بخوان واقعا بخوان اقدام کنن برای ویزا، خب اول به شما باید زنگ بزنم، بعد از اینکه به شما زنگ یا به من زنگ بزنن یا به شما، ما که با هم کار میکنیم مسئله نیست، خلاصه دقیقاً با ما تماس بگیرید، با ما تماس بگیرید خودش. کلا واقعا من نمیخوام یه چیزی بگم که توی دل مردم یه خوشحالی کوچیکی بذارم که این اتفاق میفته، ولی میتونن واقعا تماس بگیرن، راههایی که میتونن ازش ویزاهای مختلف بگیرن رو ببینن و واقعا اگه میخوان این کارو بکنن اقدام کنن. ولی همون که گفتین مدت زمانی که طول میکشه، من امیدوارم تا اون موقع کووید حل شده باشه، درست، ولی خب اگر این بخواد این ویروس طولانی تر باشه، خب ممکنه واقعا میگم این راه ها یواش یواش باز بشه. و دوباره یک استثنای دیگه هم که قائل شده بودن توی همین بند این بود که کسی که وارد میشه برای منافع آمریکا خوبه، که این یکی از سه مورد ویور بن اولیه بود، بنابراین ممکنه امکانش وجود داره که بشه این کار رو انجام داد. یه کار خوبی که میتونیم برای همه انجام بدیم این سه تا بن، و ما میدونم ما ویدیو اینا همیشه میذاریم، ولی یه چیز نوشته ای داشته باشیم که بدونن مثلا بن اولو اوکی رد کردم، حالا میرسم به دوم، حالا میرسم به سوم، که قشنگ بدونیم چه کارا باید انجام بدیم. واقعا اصلا it's insane. یه سوال دیگه که ما خیلی پیش میاد این هستش که خیلی از پرونده‌هایی که از ایران میاد به خاطر دلیلی که اون شخص سربازی دوران سربازی شدیده، تازگی ها دینای میشن، برای اینکه میگن که تکنیکلی برید برای ارتش آمریکا کار کردن یا دوران سربازی دیدن یه تروریست اکتیویتی حساب میشه از دیدگاه دولت آمریکا، و اینو پرونده رو رد میکنن، چکش رو انجام نمیدن و در نظر نمیگیرن که خب این اجباریه، نمیتونی تو ایران باشی و دوران سربازی تو نبینی. خیلی خیلی مورد کمی هستش و استثنا هستش که این براشون پیش میاد. برای کسانی که این دنایل پیش اومده چه کار میتونن انجام؟ همونطور که گفتین اون قانونی که گفتن الان IRGC یا سپاه رو اومدن و گفتن یک ارگان تروریستی محسوب میشه، میتونن زیر یک ماده قانونی مهاجرت ویزا رو ندن و این ویزا رو به خیلی اشخاص ندادن. حالا اشخاص میان همونطور که گفتین میگن چه راههایی داریم. خیلی ها شنیدن که یک کلمه به عنوان FOIA Freedom of Information Act که در حقیقت آزادی این که شما بتونین تمام مدارک و اطلاعات رو که در دسترستون الان نیست قانونا درخواست کنین و بگیرین. این توی خیلی کیس ها خوبه، ولی متاسفانه اتفاقی که میفته قانونا یک قانون دیگه وجود داره که توی سفارت ها و ویزا و ویزایی که به شما ندادن، اگر شما این درخواست رو بدین فقط مدارکی رو بهتون میدن که مدارک خودتون بوده و خودتون به سفارت دادین، بقیه چیزا رو میگن رمزی هست، کانفیدنشال هست و نمیدن. این قانون باعث شده که این کار رو بکنن. یک چیز دیگه هم هست که دوستان ممکنه باز به فوا ربط داره، شکایت های دعاوی قانونی توی دادگاه با فوا ریکوسته، اون بعضی اوقات ممکنه کار بکنه، ولی خب مدت زمان زیادی میبره، طول میکشه و خب برای دوستان هزینه هم خب داره که اینجا یه کسی بره و براشون این کارو بکنه. برخی اوقات هم اگر استانداری و گاورنری رو بتونن بیارن و کمکی بخوان، من دوستی دارم که وکیل این کارو انجام میده، آقای آمریکایی هم هستن ولی خیلی با این دوستان کار میکنن، دو تا مورد داشتن که توی تمام این موارد انجام شده. ولی اکثر کیس ها حتی اگر شما بگین اجباریه، من باید اجبار داشتم این کار بکنم، قانون براش مهم نیست که اجبار داشتین یا نداشتین. یه قسمت کوچیک قانون میگه اگر نمیدونستین دارین برای یک ارگان تروریستی کار میکنین، که خب هیچ کس نمیدونست اون موقع، محسوب نمیشده به عنوان ارگان تروریستی، ولی اون رو فعلا خیلی قبول نکردن و ویور در این مورد خیلی ندادن. اگر بنابراین... اگر دورانت اون موقعی بوده که، برای که خب این به نسبت تازه بودش که اوفک اینو گذاشت جزء دزیگنیتد لیست، پس اگه اون موقع دوران سربازی بودی براشون مهم نیست؟ براشون مهمه، تو قانون اومده، ولی توی پرونده هایی که داشتیم میبینیم باز هم اونقدر براشون تنها چیزی که ممکنه تاثیر بذاره مدت زمانشه، دقیقا چه کاری انجام دادن، چون خیلی شعبه های مختلف داره که میتونین، درسته. زیر سپاه تقریبا نصف کارهایی که میتونین انجام بدین هست.
چی کار کردن، مدت زمانش چی بوده، تحصیلاتشون چیه. اینا ممکنه تاثیرهای مثبت بذاره، ولی انقدر نکات کوچیک قانونی داره که اگر واقعا کسی هست که یک کمچی پرونده ای داره، واقعا با ما یا با هر وکیل دیگه میتونه تماس بگیره که راهنمایی بیشتر در مورد پرونده خاص اون شخص بتونن انجام بدن. بلکه الان یه چیزی که مهمه این هستش که چقدر کنترل دست اون شخص هستش که داره پرونده شما رو ریویو میکنه. میدونیم برای همینه خیلی خوبه که واقعا پرونده تون رو نگاه بکنیم و یه جوری اینو بخواین جلو ببرین که اون دلیلی داشته باشه که بخواد مثلا بگه همینی که میگین مثلا توضیح بدی ببین آره این یه چیزی هستش که من نمیتونم نرم، این دوران اجباریه باید برم، ولی من مثلا رفتم چه میدونم دکتر بودم تو بیمارستان کارکرد برای مثلا یا این کارو بودم یا اون کار. یعنی چیزایی هست که همینطوری به دولت پرونده‌تون رو ارائه ندین، یعنی مطمئن باشین که با حساب کتابه، برای اینکه خیلی برمیگرده به اون شخصی که داره پرونده شما رو ریویو میکنه برای تصمیماتی که میتونه بگیره. و مثلا چیز دیگه دقیقاً درست میگین، اون افسر مهاجرتی که نشسته 100% اجازه عمل داره و واقعا مهمه. و یک نکته هم بگم دوستان، متاسفانه اینو خیلی میپرسن که خب بهشون نگیم یا دروغ بگیم، این کار رو به هیچ وجه نکنین، خیلی بهتره که توضیح بدین همونطور که شما گفتین، چون اگر دروغی در پرونده باشه دیگه اون کلن راه رو براتون میبنده. درسته. اونایی که سوالا رو پرسیدن دیگه اینجا نشون نمیده، ولی میتونین دایرکت مسیج بدین. لیلی جون هندل اینستاگرام شما لیلی لا، رایت؟ ال ای ال وای لا. برای ایشون اگه میتونیم مستقیما بفرستیم، برای ما هم بفرستیم، میتونیم شما رو کانکت کنیم به ایشون. چند الان چه چیزی مهم هست که ما راجبش صحبت نکردیم؟ میدونم آردی نیم ساعت وقتتون رو گرفتیم و خاله هنوز میخواد شکرک رو ببینه، برابری بعد وقتم برای اون بذارم، برای اون همه چیز مهمتره. ولی چه چیزایی دیگه مهم هست که دوست داریم به عزیزانی که دارن گوش میدن بگیم بدونن در نظر داشته باشن در مورد همین مسائل مهاجرت، اگه صحبتی نکردیم؟ درسته، تقریبا راجع به همه چیز صحبت کردیم. یه چیز که خیلی مهمه دانشه. توی جامعه یک موقعی همین راجع به بن صحبت کردیم، الان بن اولیه فکر میکنم برای همه جا افتاده، ولی ماها میگذشت که دوستان به هم دیگه اطلاعات اشتباه میدادن، منظوری هم نداشتن، ولی یکی اطلاعات اشتباه میداد، و اینکه اون ترس رو از بین ببریم و بدونن دقیقاً با چی دارن دست و پا میزنن و کلنجار میدن، اون خیلی مهمه. قانون رو بدونن، همه چیز رو بدونن. اگه ما بتونیم اطلاعات رسانی و همکاری که شما داری میکنی واقعا با اینستاگرامت، من باعث افتخاره واقعا تمام جامعه ما هستی، اگر بتونن این کار رو ادامه بدیم و مردم این اطلاعاتشون رو دوستان ببرن بالاتر، این خیلی مهمه. و اینو با سوال کردن از ما، با شما یه خود چیزهای بیشتر خوندن، بتونن این اطلاعات رو بگیرن که اشتباه نشه و این وحشت و ترس رو از بین ببرن. آره، منم همیشه، من دلیلی که من خیلی دوست دارم با لیلی جون کار کنم و راحته، برای اینکه همین فلسفه‌مون یکیه، برای اینکه ما حتی مثلا راجع به تحریم هم همیشه همین بوده، همیشه همه میترسن و همیشه همه میگن و شنیدیم و دید اینجا، همیشه بهتون میگم ببینین کجا شنیدین، کی بهتون گفته. اصلا حرف منم نمیخواد قبول کنیم، برین اینجای قوانین نگاه کنین، این در واقعیت عمل در عمل اینه، مسئله این نیستش که شما فقط یه پرونده پر کنین و به یه جای بفرستین، اصلا خودتون برای خودتون حق و خودتون باید بدونین چیه دیگه، میدونین چی میگم؟ و این درست. خیلی خوبه اولا که الکی وقتتون رو تلف نکنین. اگه پرونده به موقعیت مثلا الان ما سه تا بیان داریم، اگه واقعا پرونده‌تون فکر نمی‌کنین به جایی برسه، واقعا بریم با وکیلی صحبت کنین که بهتون بگه. مثلا من خودم هیچ مشکل ندارم، من میگم ببین الان جز این که پول و زمان و وقت دقیقا. و امید و همه اینا رو از بین بره، هیچ کمکی براتون کاملا صبر بکنین، اجازه بدین، مخصوصا الان که با این اتفاقای کووید که واقعا مسائل مهاجرت بین ایران و آمریکا آلردی کامپلیکیتد و مشکل ساز بود برای همه، حالا اینم بهش یه چیز اضافه شده. خب حالا میتونم شکرک بله ببخشید، شکرک خوابه ولی اگه خوابه نمیخواب. های آری جون، خوبی؟ شکرک سلام خاله، خاله قربونش بره، سلام خاله و دوستان. وای ببین اینه برنامه ها خوبه که آدم میتونم ببینم. ای جون نگاش کن، حالا قربونی شکر این همکار درجه یکه مادر فعلا نه ایشونی که بغل دستتون بود
همکار درجه یک اون که درجه یک بله یک فرار آره کردن خیلی درجه یک برای اینکه آریجون میدونم چقدر همیشه واقعا من میدونید من لیلی جون رو خیلی دوست دارم، فکر کنم خیلی مشخصه، و وقتی که با آری جون آشنا شدم انقدر خوشحال شدم که شما رو با هم میدم، حالا هم که این شکرک عزیز رو داریم واقعا خیلی بهترین هدیه لیلی دنیا رو جون. آری جون به من داده جون. و فامیل خودم آری جون هم که اگر دارن نگاه میکنن دلمون براشون لک زده، انشالله این کووید به زودی تموم بشه که بتونیم همه دور هم نه دیگه مجبوریم هی از این برنامه ها بذاریم، حتما شما بیاین که بعد شکرک هم بیاد که هم خانواده شما راضی باشن هم کسی دیگه که جوین میکنن. قربونت خاله قربونت بره. لیلی جون میدونم تازه مادر شدی، داری کارتو داری انجام میدی، نمیدونم کووید هست، خانواده داری، همه اینا هست. ممنونم که وقت گذاشتی و اومدی و با ما صحبت کردی. خیلی اکسایتدم برای همکاریمون در آینده. حالا من مطمئنم سوالای دیگه میاد. ما تا میگم ما که فعلا تو قرنطینه هستیم، میتونیم بیشتر از این برنامه ها بذاریم و من همش دنبال راههایی هستم که همینی که میگین اطلاع رسانی و عزیزان به صورت رایگان، برای اینکه خودشون فقط اطلاعات خودشون بیشتر، اگه چیزی کسی به ذهنش میرسه، موردی هست میخواین راجع به صحبت بکنین یا نوع برنامه خاصی خواستین، با دفتر ما تماس بگیرین. دفتر ما هم الان دارن گوش میدن، نازنین جون و نگار جون و سانا جون همیشه در خدمت هستن، خیلی هم زحمت میکشن که ما بتونیم این برنامه رو انجام بدیم، یعنی از عکسایی که درست میکنن و just everything از سوالایی که جواب میدن و هر ستاشون اینجا همیشه هستن و سپورت میکنن و لا کلرک شما ممنونم. خلاصه مرسی عزیزم، ان شاء الله که بازم از این برنامه داشته باشیم. حتما خوشحال میشم. مرسی از شما. من بیام خود شما و شکرکمو یه بغل بزرگ بهشون بدم. ان شاء الله. از همه کسانی هم که وقت گذاشتن و دیدن ممنون و متشکرم. قربون همگی، هر کجا که باشین مراقب خودتون باشین، به امید دیدار تا دفعه بعد. مرسی. خدا نگهدار. خداحافظ.